بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و توصیف و ثنا بر خالق یکتا بود، حمد و توصیف و ثنا بر خالق یکتا بود، آن خداوندی که بر احوال ما بینا بود. سجده و راز و نیاز به درگاه او باید کرد، جمله عالم بی خبر او صاحب معنا بود. عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت یک و یک شما بینندگان خوب برنامه اصل حریبا. خیلی خوش آمدین در برنامه. در این قسمت از برنامه مهمان بسیار عزیز و دوست داشتنی داریم، جناب متخصص دکتر وحید نورزاد، مسئول بخش روان درمانی شفاخانه یوزوی هرات. جناب دکتر سبر زحمت دادیم در برنامه دعوت کردیم که میخواییم روی موضوع آرامش درونی صحبت بکنیم. آرامش درونی موضوعی که امروزه ما و شما، اکثریت ما و شما با پشتش میگردیم و ایر گم داریم، در جستجو هستیم که چگونه پس بتونیم ایر کسب بکنیم، ای که چه عوامل باعث از بین بردن این آرامش میشه و چه راهکارهایی وجود داره، موضوعاتی است که از جناب آقای نورزاد جوی معلومات بشه. جناب دکتر صاحب، کلمه به نام آرامش میشه که با ما توضیح بدیم یعنی چه مفهوم رو افاده میکنه؟ تشکر به خاطر انتخاب این موضوع، به خاطر از اینکه این روزا همگی ما و شما سرگردان هستیم و دنبال آرامش، یعنی میشه گفت که نیمه گم شده همگی ما و شما هست دقیقا. آرامش مخصوصا در این عصر که ما با بسیار چالش ها و استرس ها و موضوعات زیاده، چی در مسائل شخصی، چی در مسائل کاری، چی در مسائل تحصیلی، بالاخره با او سر و کار داریم، مواجه هستیم. این موضوعات میتونه که مو آرامش ما رو سلب بکنه و آرامش ما رو بگیره و امروز میخوایم در رابطه با این آرامش صحبت بکنیم که ما چگونه این آرامش به دست بیاریم و این آرامش چطور ما میتونیم به دست بیاریم. ما میخوایم جناب دکتر صاحب این دسته‌بندی بکنیم. برنامه مختلف خودش ما بحث خواهد کردیم. اگر بیاین به یک تقسیم بندی آرامش بیرونی، آرامش درونی صحبت بکنیم. بلده. امروز یک بخش خودش ما صحبت بکنیم. بیایم روی آرامش درونی. آرامش درونی چه مفهوم ارائه میکنه؟ دقیقاً آرامش درونی و حالتی است که مو رضایتمندی فرد از خودش و پیرامونش میتونه باشه، که رضایتمندی خود فرد وقتی که فرد اعتماد به نفس بالای داشته باشه، عزت نفس بالای داشته باشه، این خود ازی به فرد یک آرامش درونی میده، یعنی قناعت فرد نسبت به خودش، به داشته هایش، به توانایی هایش، با صلح درونی که خودش با خودش داره میتونه که فرد به آرامش درونی برسونه. و ما انسان ها متاسفانه گاهن با خود در ستیز هستیم، با خود در تضاد هستیم، با خود در دعوا هستیم، یعنی به اون چیزها میتونه که آرامش درونی ما رو بگیره. متاسفانه آرامش درونی اگر ما نداشته باشیم، وقتی میگیم با خود در تضاد هستیم، یعنی در کالبد خود شخص یا اینی که فرد با بیرون از کالبد؟ فرد هم میتونه با کالبد خود هم مسائل بیرونی میتونه ما در درگیری های داشته باشیم. وقتی میگم در تضاد هستیم، منظورم از درگیری های ذهنی هست. این درگیری های ذهنی میتونه باعث تراکم ذهنی باشه، باعث مثلا افکار منفی باشه، باعث خیلی از مسائل دیگه میشه. متاسفانه باز ما رو درگیر میسازه با خود ما، با افکار ما، با پیرامون ما، با شغل ما، با مسلک ما، حتی با خانواده ما. این مسائل میتونه که ما آرامش درونی ما رو بگیره. پس او آرامش درونی چی هست؟ آرامش درون همو اعتماد به نفس است، همو عزت نفس است، همو توانایی هست، او باورهای انسان هست، توانایی که انسان به خود داره، یعنی توانایی که انسان داره و باور به او توانایی داره. یعنی جناب متخصص، همه توانایی ها، همه اعتماد به نفس هر اینا کسبی هستن یا ذاتی؟ خب در گاهن هم کسبی میتونه که اکتسابی هم باشه و میتونه که ما از جامعه هم بتونیم کسب بکنه، هم میتونه بنی وراثتی داشته باشه. در موارد دیده میشه که وراثت هم در این موضوع بسیار نقش داره. در مورد دیگه میتونه که اکتسابی باشه، ما کسب بکنیم. به خاطر چی؟ چون خیلی وقتا ما این چیزها رو یاد میگیریم، اینا مهارت هایی هست که ما از پیرامون خود اینا رو یاد میگیریم. مثلا بستگی به این داره که ما در چه قسم خانواده رشد کرده باشم، در چه قسم خانواده متولد شده باشم. اگر من در یک خانواده متولد شده باشم که در اون خانواده به من ارزش قائل میشدم، اعتماد به نفس من، روی اعتماد به نفس من کار میکردن، روی عزت نفس من، روی باورهای من، روی توانایی من، هر آن پیشرفت مثبتی که در من میدیدن تشویق میکردن و تحسین و ترغیب میکردن، این به این معنا که من در اون خانواده خوب رشد کردم، خانواده که من دچار حمایت روانی قرار داده. اما اگر من در یک خانواده متولد باشم که در اون خانواده تنش باشه، فضای متشنج باشه، درگیری ها باشه، انواع خشونت ها باشه، این اون آرامش درونی مرا میگیره، اعتماد به نفس مرا میگیره، عزت نفس مرا میگیره، توانایی مرا میگیره. پس در این چه مسئله جامعه میتونه خیلی نقش داشته باشه، هم میتونه که بنی وراثتی داشته باشه، هم میتونه که بنی محیطی داشته باشه. بسیار نیک، خیلی ممنون جناب دکتر صاحب. معذرت که سوالات ما گاه وقت بین صحبت‌ها شما سوال مطرح میکنم. میخوایم که به یک نتیجه ما با شما برسیم. اگر بیم یک دسته‌بندی داشته باشیم، یک آرامش ما قبل از بحران بگیریم، یعنی قبل از ناآرامی بگیریم، یک آرامشی که در جریان ناآرامی میتونیم ما خلق بکنیم، ایجاد بکنیم، و یک هم بعد از اینکه ممکن ما یک ناآرامی داشته باشیم باز پس آرامش رو به دست بیاریم. حالا یک قسمت رو شما اشاره کردیم که میشه در دسته‌بندی عمل داشته باشیم که آرامش ما در کل داریم.
حالا اگر در وضعیت قرار بگیریم که این می آرامش از ما میخواد سلب بشه یا از ما دور بشه، اول روی عواملش اگر رویش اشاره داشته باشیم، بعد برای اینکه ما بتونیم این پس مجددا احیا بکنیم چی باید کرد؟ خیلی خوب، تشکر. خیلی مسائل هست که آرامش از ما میگیره، از جمله اشاره کردم که پیرامون ما، از جمله شرایط میتونه که آرامش از ما بگیره، اما با چی راهکارهای ما پس بتونیم آرامش خلق بکنیم، با چی راهکارهای پس آرامش ما ایجاد بکنیم؟ از همه چیز مهمتر محیط خانواده هست. چرا؟ به خاطر از اینکه ما در محیط خانواده رشد میکنیم، در محیط خانواده هستیم، یعنی بیشترین ساعت ما در خانواده سپری میکنیم، با خانواده هستیم. بعد از اون مسئله محیط و اجتماع و بیرون میتونه باشه. حمایت خانواده خیلی میتونه نقش داشته باشه. ما در چه خانواده زندگی میکنیم و پیرامون ما، اطرافیان ما با ما چی برخورد دارن؟ چی تصویری از ما دارن؟ چی برخورد با ما میشه؟ به عنوان یک عضو خانواده چقدر درک میشیم؟ چقدر دیده میشیم؟ چقدر شنیده میشیم؟ چقدر خواسته های ما مورد حمایت دیگران قرار میگیره؟ اینا هم دیگه میتونه نقش داشته باشه در قسمت آرامش ما، هم قبل از بحران، هم در جریان بحران، هم بعد از بحران. به خاطر از اینکه اینا هم توانایی های ما هست. خیلی از مراجعین نزد مراجع میگنن که با کوچکترین مسئله بسیار اندک میبینن که دچار استراب بسیار شدید شدن، دچار افسردگی بسیار شدید شدن، یا دچار تعرض روانی بسیار شدید شدن. وقتی ریشه‌یابی میکنیم، تاریخش میگیریم، میبینیم که فرد در خانواده به دنیا آمده یا بزرگ شده یا فعلا زندگی میکنه که خانواده متاسفانه هیچ توجهی به آدم ندارن، نه در دوران کودکی به این توجه داشتن، نه در دوران نوجوانی و نه هم در دوران بزرگسالی که فلانی هست. پس چیزی که خیلی میتونه نقش داشته باشه در قسمت آرامش ما، چی آرامش درونی باشه، چی آرامش بیرونی باشه، اینا هم میتونه حمایت خانواده باشه. بعد از اون باید میتونه توانایی فردی خود فرد باشه، مثل منابع، مثل داشتن تحصیلات، مثل داشتن دوستا، شبکه اجتماعی. هر چقدر ما شبکه اجتماعی گسترده تر داشته باشیم، به آرامش بیشتری میتونیم دسترسی پیدا بکنیم. چرا؟ چون دوستان خیلی نقش دارن در زندگی ما. شما خیلی وقتا هست که ما بهترین مشوره رو از دوستا خود میگیریم. خیلی وقتا هست که دوستا ما زمینی کار برای ما فراهم میکنن، دوستای ما به ما آرامش میدن. وقتی میریم یک مسئله ما را آزار میده، با دوست صحبت میکنیم، آرام میشیم، چون که این تخلیه هیجانی صورت میگیره. پس داشتن خانواده با درک، داشتن دوستان زیاد که درک بکنن آدم، دوستان مفید و مثبت باشه برای من. نمیخواستم میری اشاره کنم هر نوع دوست نه هر نوع دوست نمیشه. باز خیلی از مراجعین دارن که متاسفانه دوستا اونا رو سوء دادن، به طرف استفاده مواد مخدر و آرامش را از این بردن، آرامش را از اونا گرفتن. پس دوستایی که مثبت باشه، همنشینی که مثبت باشه، همنشینی که یعنی ما رو به راه راست هدایت بکنه، نه اینکه ما رو به چاه و چاله بندازه. پس خانواده، دوستان، تحصیلات خود فرد، منابع خود فرد میتونه حساب باشه. دیگه استفاده از فضاهای باز، استفاده از پارک‌های تفریحی، مطالعه، این چیزا میتونه به انسان، یعنی انسان به مسیر آرامش هدایت بده که تا ما یک آرامش درونی هم داشته باشیم، آرامش داره. از جمله معنویات، چنگ زدن به معنویات، استفاده از منابع معنوی، این خیلی میتونه باعث آرامش درون ما باشه. بخاطر اینکه ما وقت عبادت میکنیم، ما وقت مصروف طاعات و عبادت هستیم، یک آرامش قلبی برای ما دست میاد. ارتباط با موافق برقرار میکنیم، ارتباط با موافق برقرار میکنیم، یک آرامش قلبی برای ما میاد. اما آرامش هم باعث آرامش جسمی میشه، هم باعث آرامش روانی ما میشه. و این همه گی ما شما تجربه کردیم، وقت نماز میخونیم، وقت تلاوت میکنیم، چقدر یک آرامش یعنی روانی و جسمی تمام وجود ما فرا میگیره. این منابع معنوی خیلی میتونه کمک کننده باشه. یک شوخی هم بکنم، یک مهمان چقدر میتونه آرامش به یک وجیری بده؟ بستگی بده این داره که مهمان چه قسم یک مهمانه. مهمان مثل شما عزیز باشه. تشکر. بله بنده عزیز، به معنای واقعی ما به روی موضوعی صحبت میکنیم که امروز اکثریت قریب به کل به پشتی میگردیم. یعنی این اگه صحبت های دکتر صاحب من برداشت کردم که این به راه دور و مسیرهای دور نیست، بلکه به نزدیکترین فاصله میکنه در پیش ما قرار داره، او هم در کانونی که ما زندگی میکنیم، در خانواده که ما زندگی میکنیم. جناب دکتر صاحب، قبل از اینکه روی اهمیت این آرامش صحبت بکنیم در زندگی، آیا سنین هم مطرح هست؟ سن که کدام سن ها میتونه چی آرام در چی حالات آرامش را از دست بده یا از او سلب بشه؟ بله دقیقا، سن میتونه که خیلی نقش داشته باشه. هر چقدر ما به پختگی روانی رسیده باشیم، میتونیم باعث آرامش دیگران باشیم. چرا؟ این درک میکنیم، این تجربه کردیم که ما چه قسم با چی راهکارها میتونیم برای افراد آرامش بدیم. و سن ما میخوام از این دریچه به شما مثلا تشریح بکنم که چقدر میتونه که مخرب واقع باشه. یعنی هر چقدر ما در سن پایین آرامش کمتر داشته باشیم، چقدر میتونه در بزرگسالی آرامش ما رو باز بگیره. به خاطر از اینکه ما خیلی مراجعینی داریم که مثلا در سن طفولیت هست، خانواده‌ها اینا رو میارن،
در سن طفولیت اینا دچار مثلا جویدن ناخون میشن، دچار شب ادراری میشن، دچار پرخاش میشن، دچار مثلا پسرفت شغلی و اجتماعی چیزا پیدا میکنن، در مکتب با مشکل مواجه میشن. اینا وقتی تاریخچه میگیریم بررسی میشه میبینیم که در خانه آرامش نیست متاسفانه. طفل با عمو زبان طفلانه خود برای ما میگه، یا به شکل مستقیم یا با ترسیم یک رسم برای ما فضای خانواده رو برای ما تشریح میکنه، میگه یک تصویر برای ما میده که در خانواده چی جریان داره. هر چقدر سن کمتر باشه ما دچار دغدغه باشیم، دچار تنش ها باشیم، شاهد صحنات خشونت بار باشیم، شاهد تشنج بین پدر و مادر باشیم، شاهد تعارض بین پدر و مادر باشیم، این روی روان ما بسیار تاثیر منفی میگذاره متاسفانه. تعداد زیادی از افراد نزد ما مراجعه میکنن که امروز دچار افسردگی شدن. وقتی بررسی میکنیم زندگی فعلی از اینا کاملا خوب است، اما نظر اقتصادی اما نظر شغلی از هر لحاظه، ولی برمیگرده به آسیب های دوران کودکی. وقتی گریشیابی میکنیم فرد میگه من دوران کودکی خوب سپری نکردم، یعنی بیمانست که مدت های طولانی میمونه در بدن افراد. دقیقا، تا میتونه حتی یک آسیب دوران کودکی تا سن کهنسالی هم حتی صدمه ایجاد بکنه. خیلی وقتا گفتم که مراجعین مراجعه میکنن، مثلا فرد در سن 35-40 سالگی قرار داره، زندگی فعلی رو که بررسی میکنه هیچ مشکل نداره، همه چیز برمیگرده با آسیب های دوران کودکی. از او دوران کودکی خوب نداشته، توهین میشده، تحقیر میشده، مورد خشونت قرار گرفته، اهانت میشده، شاید تشنج بین پدر و مادر بوده، شاید خشونت های فیزیکی و خشونت های روانی بین زوجین بوده، سرزنش شده، سرکوب شده، اهانت شده. این چیزا میتونه که در بزرگسالی اعتماد به نفس فرد بگیره، توانایی رو بگیره، عزت نفس رو بگیره، نمیتونه تاثیرگذار باشه. پس سن خیلی نقش داره. من میخوام یک توصیه بکنم برای خانواده ها که خانواده ها متاسفانه فکر میکنن که طفلا در سن طفولیت قرار دارن، این چیزها رو نمیفهمن یا فراموش میکنن بزرگ. یا مهم نیه، این خود طفله نمیفهمه دیگه. خیلی وقتا شده پدر مادر در حضور طفلا هم دیگه رو میزنن، لتکوب میکنن، دعوا میکنن، خشونت دارن و فکر میکنن که این خود طفله، این چیزها رو نمیفهمه، در حالی که این خیلی هم میفهمه. یعنی سن طفولیت یک سن اساسی هست، مثل مو مغزتون مثل یک سیدی هست که شما هر آن چیزی که به برنامه ریزی کنیم همور میگیره. یعنی این صحنه ها حک میشه به ذهن از این جزء منفورترین و یعنی جزء خشمگینترین صحنه ها به ذهن از این طفل حک میشه، حتی تا سن کی زنده باشه. و پس همین طفل میتونه که خشونت اعمال بکنه. وقتی که بزرگ شد بیشتر به شما اشاره کردیم که میتونه اکتسابی باشه، یعنی خشونت یک روش اکتسابی هست. ما این چیزا رو کسب میکنیم، میبینیم وقتی پدرم مادرم رو مورد لطکوب قرار میده، ما شاید از اون صحنه هستم، ایر من یاد میگیرم از پدر خود. پدر و مادر الگوی رفتاری هستن برای طفلا، والدین الگوی هستن برای طفلا، ایر من الگو برداری میکنم و فردا وقتی که من یک مرد بزرگ سال شدم و خانواده تشکیل بدم، به خاطر یعنی مدیریت و خانواده کوشش میکنم که از خشونت اعمال بکنم، از خشونت استفاده بکنم. چرا من خشونت آموختم از پدر؟ فکر میکنم که برای رسیدن به آرامش درون و برای رسیدن به آرامش بیرون فضای خانواده بهترین اسلحه و بهترین مهارت میتونه امروز خشونت باشه. بنابراین خشونت ما کسب کردم و امروز رو اعمال میکنم. پس سن طفولیت یک سن اساسی هست، سن لغزندگی هست و در روز سن کوشش بکنه که ما طفلا را از متشنج بودن فضای خانواده، از خشونت و توهین و تحقیر چیزا دور بکنه. و سوال دیگه مطرح میشه دارم جناب متخصص صاحب، حالا پس آرامشی که در اول وجود داره، یعنی پیش از بحران بیاییم مطرح بکنیم، و این آرامشی که بعد از بحران به وجود میه، ترمیمش به او جایگاه اولی رو خود میگی میتونه بگیره یا خیر؟ دقیقا نمیتونیم بگیم که 100% به جایگاه اولی رو میگیره، به خاطر از اینکه میتونه فرد متاثر بسازه، میتونه روان فرد خدشدار بسازه، روان فرد رنجور بسازه، به عنوان یک تصویر ذهنی مخرب، به عنوان یک تصویر ذهنی منفی در ذهن ثبت بشه. این خیلی میتونه که آزاردهنده باشه. حتی خیلی کسا مراجعه میکنن که خوابهای شبانه، خوابهای وحشتناک میبینن، کابوس میبینن، آرامش اینا سلب شده، نماز میخوانن آرام نمیشن، طاعت میکنن آرام نمیشن، خیرات میدن، صدقه میدن، سفر میرن، هر کار میکنن آرام نمیشن. وقتی بررسی میکنی میبینی که با صحنه های بسیار مخرب و یعنی خشن مواجه شده، هم در دوران طفولیت، هم در دوران نوجوانی، هم در دوران فعلی، اینا ثبت ذهن شده و ذهن متاسفانه چیزار همیشه ناخودآگاه یاداوری میکنه و این چیزا میتونه فرد آرامش را از او بگیره. چیزی که خیلی میتونه موثر، میتونه که مضر واقع بشه متاسفانه، تشنجات درون فامیلی هست، خشونت ها هست، جر و بحث های والدین هست، اینا همه که میتونه که می آرامش فردی خود خانواده را، هم بزرگای خانواده را، هم اطفال خانواده را متاسفانه رو. سپاسگزارم هستیم جناب استاد، موضوعات بسیار مهمی است. هر قدر ما میخوایم که کوتاه بکنم هنوز سوال به من خلق میشه، به خاطر از اینکه زندگی ما همیست. جناب متخصص، حالا اگر بیایم ازرار زیر در نظر داشته باشیم، آیا ازرار این آرامی که در درون خلق میشه
آنقدر قوی خواهد بود که مانند ازرار فیزیکی باشه؟ دقیقاً، حتی کشنده تر و مخرب تر از ازرار فیزیکی میتونه باشه، به خاطر از اینکه خیلی وقتا از مسائل روانی خیلی مهمتر از مسائل جسمی هست. چرا؟ چون انسان ها یعنی اساس انسان ها رو اساس ما رو باورهای ما میسازه. وقتی خشونت ها رو که ما متوجه ما هست ما تجربه میکنیم در دوران طفولیت یا هر دوره که هستیم، اینا ذهن ما رو درگیر میکنه. این درگیری های ذهنی باعث افکار منفی میشه، افکار منفی باعث استراب میشه، استراب باعث افسردگی همچنان ادامه داره، اختلالات شدید روانی میتونه ذهن ما رو درگیر بکنه. وقتی ذهن ما درگیر شد، ما میتونیم که به خود آسیب برسانیم، به خود صدمه برسانیم. اعتماد به نفس میگیره، توانایی میگیره، ابتکار و خلاقیت و لبخند و هیجان و شور و همه چیز از انسان متاسفانه میگیره. یعنی انسان تبدیل به یک مثل یک گوشت میشه که هیچ تحرک نداره، هیچ ابتکار نداره، هیچ فعالیت نداره، چون ذهن از او درگیر است. وقتی ذهن ما کار نکرد، یعنی جسم به پیمانه یک سرباز میمونه در مقابل روان یا ذهن ما. انسان ها یا ماها تمام دستورات از ذهن میگیریم، از روان میگیریم. یعنی جسم مثل یک سرباز اطاعت کننده و فرمانبردار هست. یعنی اطاعت فرامینی که از ذهن فرستاده میشه، جسم اینو اجرا میکنه. بله. پس مسئله روان خیلی میتونه اهمیت داشته باشه. اگر روان صدمه دید، اگر روان متاثر بود، اگر روان بنا به هر دلیل رنجور شد، متاسفانه جسم رنجور میسازه. سربازا هم به سمت سو کش میکنه. بر سمت سو کش میکنه. شما دیده باشین کسایی که دچار افسردگی هستن، افسردگی باعث میشه که مثلا بر از فشار جسمی، فشار خون بالا پیدا باشه، مریضی شکر بر از پیدا باشه، مشکلات کلیوی بر از پیدا باشه، چون تعرب نداره. افسرده تعرب نداره. وقتی کسی که تعرب نداره، افزایش وزن میگیره، افزایش وزن باعث بیماری های جسمی میشه. یعنی خیلی از بیماری های جسمی بنی روانی داره، منشأ روانی داره. پس روان خیلی میتونه مفید باشه، خیلی میتونه اهمیت داشته باشه. من میخوام دقیقاً همین سوال میخواستم پرسان بکنم جناب انرزا صاحب، چقدر اهمیت داره؟ حالا یک قسمت شما اشاره کردیم که ما رویش صحبت بکنیم، اصلا فامیل ها بیام رویش توجه داشته باشن، درگیر ازی باشن که ما بتونیم روان رو آماده بکنیم. و ادامه صحبت ها شما میخوایم که روی ازی صحبت بکنیم که اگر یک ناآرامی در درون خلق شده، برای رفع ازی چی اقداماتی باید کرد؟ یک کاتگوری سنین دسته بندی بکنیم، برای اطفال چی باید کرد، برای بزرگسالان چی باید کرد؟ دقیقاً برای اطفال ای که چی باید کرد صحبت میکنیم. خب اطفال میفهمن که خیلی هنوز به تجربه ذهنی و جسمی هنوز نرسیدن، بلوغ فکری تجربه نکردن، پختگی ذهنی تجربه نکردن. اونا بسیار آسیب پذیر هستن، خیلی آسیب پذیر هستن. کوچکترین واکنش و خشونت میتونه که ذهن از اونا صدمه برسونه و حتی تا بزرگسالی هم اینا یعنی دچار یک شخصیت های بیمارگونه باشن. و این شخصیت بیمارگونه هم روی خود فرد، روی خانمش، روی تمام اعضای خانواده و روی اطفال متاسفانه تاثیر منفی میذاره. این چه کار باید بکنه که ما طفلای سالمه داشته باشیم؟ از همه چیز مهمتر فضای خانواده هست. به عنوان والدین بیایم فضای خانواده رو آرام بسازیم. فضای خانواده یعنی یاری از تشنج باشه، یاری از خشونت باشه. در فضای خانواده باید هیجان باشه، باید لبخند باشه، باید فرهنگ هم دیگر پذیری باشه، فرهنگ گفتمان باشه، فرهنگ بیان احساسات باشه. ولی در خانواده های ما متاسفانه به جای از این چیزا توهین است و تحقیر است و اهانت است و خشم است و خشونت است. یعنی در اکثر خانواده ها نظام تربیتی یعنی مو سبک مستبدانه هست، یعنی مو سبک فرزند پروری متاسفانه مستبدانه هست. یعنی فکر میکنه که قطعه عسکری است و من رئیس همین قطعه هستم، همه چیز با خشونت و با استبداد کشی میکنه. که اگر روی یک روش تربیتی هست، اگر یک روش تعلیمی هست، اگر هر چیزی هست کشی میکنه با زور و استبداد به طفل خود انتقال بدیم، در حالی که روش بسیار غلطی هست. باید با لبخند، با هیجان با طفل باید طفلانه برخورد بکنیم. ما با یک طفل باید مانند یک طفل بشینیم، مثل یک طفل خود قرار بدیم، با یک روحیه طفلانه وارد ذهن یک طفل باید بشیم. طفل نیاز به حمایت داره، طفل نیاز به آغوش داره، طفل نیاز به تشویق و تحسین و حمایت های روانی داره. ولی متاسفانه ما شیوهی که داریم غلط هست. یکی چگونه ما طفل را از این حالت محافظت بکنیم؟ باید طفل ما فضای تفریحی باید داشته باشه، فضای گفتمان باید داشته باشه که احساس خود باید بیان بکنه. یعنی فرزند و پدر باید یک رابطه دوستانه داشته باشه. بعد از اون یک رابطه پدر و فرزند باید باشه. متاسفانه بین پدرها و بچه ها و دخترها متاسفانه همیشه یک دیوار هست، یک مرزی هست که خیلی ها با پدرها خصوبت کرده نمیتونن، به خاطر از اینکه میگن میشرمم، به خاطر از اینکه میگن میترسم از پدر خود خو نکنه مر توهین بکنه، تحقیر بکنه، با پدر خود راحت نیم و پدر خود سمیم ممکن حرفای در طول عمر نگه برای پدرش. این چیزا هست که متاسفانه اینا باز همون جرأت درونی رو میگیره، اعتماد به نفس میگیره، نمیتونه خیلی که متاسفانه باز مخرب واقع بشه. در این سال طفل نیاز به حمایت داره، نیاز به تحسین و تشویق و حمایت و این چیزا داره. طفل ما هر کار مثبت انجام میده باید اون مورد تشویق قرار بدیم.
و بگیم آفرین، من با تو افتخار میکنم، چه خب کار خوبی انجام دادی، کار مثبتی انجام دادی، من به تواناییات باور دارم، من میفهمم که تو یعنی توان تو بیشتر از این هست، ارزش تو بیشتر از این چیز هست. ولی متاسفانه وقتی طفلا پارچه اول نمره گیر به خانه میارن، پدر میبینه میگه خوب است، صحیح درست داده، من تو رو مکتب خصوصی روان کردم، باید اول نمره میشدی، پول دادم، آره پول دادم، مصرف دادم، چند به ترانسپورت دادم، چند پول سمستر دادم، در حالی که باید برای تو یک جشن بگیرن، باید تحسین بکنن، باید تشویق بکنن، مخاطر از اینکه این چیزا برای انسان شخصیت میده. طفلی که در روز نسال قرار داره از غذا که بیشتر به حمایت روانی اجتماعی ضرورت داره. چرا این حمایت روانی اجتماعی فرد در شخص باعث ایجاد شخصیت سازی در از میشه، اعتماد به نفس بالا میبره، نفس بالا میبره، توانایی بالا میبره، تلاش بیشتر میکنه برای فرضای خود. خب این میمونه طفلا. اما در بزرگسالا ما چه کاری باید انجام بدیم؟ در بزرگسالا بهتر است که ما باز همین مسئله توهین و تحقیر و اهانت نباشه، ارزش گذاری باید باشه، ارزش گذاری باید باشه، به توانایی های ما باور داشته باشیم، یک قسمت مسئولیت ها باید داده باشه برای اینا. ولی ما متاسفانه افراد خانواده یا طفل ما، دختر ما، از پسر ما، از رسیده به سن 14 و 16 و 20 هنوز هم ما برخورد طفلانه با او میکنیم، هنوز هم فکر میکنه که یه مو طفل 5-6 ساله است و با او طفلانه برخورد میکنیم، در حالی که به تناسب سنی باید مسئولیت داده باشه، باید برزو مسئولیت داده باشه که ما خودی هم خور احساس بکنه، نقش بگیره و احساس مسئولیت داشته باشه. ما مسئولیت میدیم، فرد احساس مسئولیت میکنه. چرا میگه مسئولیت پدر ما داده؟ ما تاکید میکنیم خودت مسئولیت میدانه دیگه، بخاطر بر تو میدم که من به تو باور دارم، تو توانایی تو بیشتر از این چیزا هست. اینج فردم کوشش میکنه و از طرفی هم حمایت خانواده دریافت کرد. کوشش فرد جمع حمایت خانواده باعث میشه که ذهن فرد آرام باشه، با آرامش درون برسه. وقتی ما با آرامش درون رسیدیم، ابتکارم داریم، خلاقیت هم داریم، یعنی موفق هم در موفق میشیم، حس خوبی هم داریم، لبخندم میاد، هیجانم میاد، شادی هم میاد، فضای خانواده هم کلا عوض میشه. چیزی که خیلی مهم است، بسیار حرف زیبایی زدیم دکتر صاحب. سوال دیگه اینه که آیا جدا از اینکه حالا فرد در محیط خانواده با عوامل ایجاد شده باشه که این روان عزیز صدمه دیده باشه، آیا همنشینی هم تاثیرگذار هست؟ یعنی فردی که مشکل روانی داشته باشه، آرامش روحی نداشته باشه، آرامش درونی نداشته باشه، با دوست دیگر در ارتباط باشه، با او هم این تاثیر گذاشته باشه؟ دقیقاً، دوستا میتونه خیلی کمک کننده باشه، میتونه که برعکس باشه، میتونه برعکس هم باشه، بستگی به داره که شما با چی نوع دوستای، با چی گرایش های، با چی دوستایی که از چی خانواده هست نشست و برخاست داشته باشیم. دوستا هم میتونه که در قسمت درمان بیماری نقش داشته باشه، هم در ایجاد درمانی. من پس دکتر سه میگم مواظب خود باشی. دقیقاً مواظب خود باشین دکتر. که این تاثیر نگذاره برای شما. خب ما سر و کار ما زیادتر با مراجعین ما هست، خب کوشش میکنه که تاثیر نگیره. یعنی به معنای واقعی جناب دکتر سه باید توجه داشته باشیم در این گزینه، درست؟ بله دقیقاً باید توجه داشته باشیم. یعنی تو گزینه هم اتفاق افتاده که گاهی وقت شما احساس کرده باشید متخصصین هم وضعیتشان به اساس دیدن مریض ها متفاوت شده باشه برخورد به خاطر از اینکه قبل از اینکه شما دکتر باشید، متخصص باشید، شما یک انسان هستید، یک بشر هستید، متاثر از هر چیزی هستید، مشکلات فردی، خانوادگی، اجتماعی، هر چیز دیگه میتونه شما رو متاثر بسازه، حتی شغل شما. ما امروز خیلی کسان از مراجعه میکنن که دچار استرس شغلی شدند. این استرس های شغلی آرامش فرد رو سلب میکنه متاسفانه. چون از ما سالها شده با این موضوع کنار آمدیم، ولی ما هم نیاز داریم. من هم نیاز دارم با یک کسی صحبت بکنم، یک کسی صحبت های مر بشنوه، یک شنونده خوب داشته باشم، مر درک بکنه، مر مورد حمایت برای ما بیشتر شما رو پس زحمت میده. حتما حتما ان شاء الله. پس چیزی که خیلی میتونه مهم باشه، صحبت با یک دوست، صحبت با اعضای خانواده، مراجعه به نظر روانشناس میتونه ما رو به آرامش درون برسونه. یگانه کاری که روانشناسا میکنن با فرد صحبت میکنن. یعنی شعار سال قبل افسردگی همین بود که بیا با هم صحبت کنیم، یعنی شعار سالانه بود. پس صحبت کردن میتونه که انسان با آرامش برسونه. چرا؟ یک ابر ریاکشن، یک تخلیه هیجانی میشه. این تخلیه هیجانی میتونه فرد با آرامش برسونه. او فرد میتونه اگر روانشناس باشه، میتونه عضو خانواده باشه، میتونه یک دوست باشه، هر کس دیگه میتونه باشه. سپاسگزار هستم شما، بسیار صحبت های نیکی داشتین. ان شاء الله که صحتمند باشید، حتما بیشتر مزاحم بشیم و این موضوع هنوز ادامه خواهد داشت. شما ادامه هم زیاد داره که صحبت واسه بحث نکنید. سپاسگزار هستم دکتر صاحب، تبارک الله، سلامت باشین، زنده باشین. ممنون از جناب دکتر صاحب که در برنامه حضور پیدا کردن و روی موضوع برنامه که آرامش درونی بود صحبت کردن. میان برنامه میگیریم، بعد از میان برنامه خدمت شما در ادامه برنامه خواهیم بود.